ایران وعده انتقام سخت را که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی داده بود عملی کرد. 15 موشک بامداد صبح چهارشنبه به سمت دو پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی شلیک شدند. رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه طی عملیاتی موفق به نام عملیات شهید سلیمانی با رمز مقدس یا زهرا سلام الله علیها با شلیک ده‌ها فروند موشک زمین به زمین، پایگاه هوایی اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند. دومین پایگاه هوایی بزرگ مورد استفاده نیروهای آمریکایی در عراق، اما پنتاگون گفته به پایگاه نظامی این کشور در اربیل هم حمله شده. رسانه‌های ایرانی اعلام کردند که در حملات موشکی بامداد امروز از این موشک‌ها استفاده شده. موشک‌های قیام یک با بردی نزدیک به 800 کیلومتر که در دسته موشک‌های میان برد و رادار گریز طبقه بندی می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای آمریکایی در این پایگاه پیش از حمله در حالت آماده باش بودند. بالاخره یه حادثه مهمی اتفاق افتاده است. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. اونچه که در مقام مقابله مهم است این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان اولین مقام بلند پایه آمریکایی بود که به این حمله واکنش نشان داد. او از دولت آمریکا خواست به رفتارهای تحریک‌آمیز بی‌دلیلش پایان دهد و از ایران هم خواست رفتارهای خصمانه‌اش را متوقف کند. همزمان با پایان حمله‌های موشکی، مراسم تدفین قاسم سلیمانی هم برگزار شد. مراسمی که دیروز 56 نفر در اثر ازدحام جمعیت در آن کشته شدند. جواد ظریف وزیر امور خارجه هم اولین مقام ایرانی بود که با این توییت به این حمله واکنش نشان داد. ایران اقدام متناسب را در دفاع از خود بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل انجام داد و تمام کرد و در آن پایگاهی را که از آن حمله مسلحانه بزدلانه علیه شهروندان و مقام‌های ارشد انجام شده بود هدف گرفت. ما به دنبال افزایش تنش یا جنگ نیستیم، اما از خود در برابر هر گونه خصومت دفاع می‌کنیم. در چند ساعت پس از حمله‌های ایران بسیاری منتظر واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بودند. او سرانجام در این توییت گفت همه چیز خوب است. همه چیز خوب است. موشک‌ها از ایران به سوی دو پایگاه در عراق شلیک شد. ارزیابی درباره تلفات و خسارات در حال انجام است. تا الان که اوضاع خوب است. ما با فاصله قدرتمندترین و مجهزترین ارتش را در سرتاسر دنیا داریم. فردا صبح بیانیه‌ای صادر می‌کنم. هنوز معلوم نیست که موشک‌های ایران چقدر خسارت به پایگاه‌های آمریکایی وارد کردند و دونالد ترامپ قرار است چه واکنشی به آن نشان دهد. کاوه مشکات، بی بی سی. از دیشب که این حملات اتفاق افتاد در واقع صحبت‌های زیادی بوده بر سر این که آیا دولت عراق یا آمریکا مطلع بودند از این که چه این حمله قرار هست اتفاق بیفته یا نه. خبرگزاری رویترز حالا به نقل از سخنگوی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفته که او یک پیام لفظی از تهران دریافت کرده بوده پیش از حمله، چندین ساعت پیش از حمله، و در اون پیام از تهران به او گفته شده که گفته نشده که کدام مکان قرار هست بهش حمله بشه، اما گفته شده که در چند ساعت آینده حمله‌ای به مراکزی که آمریکایی‌ها در اون حضور دارند قرار هست انجام بشه. اما همونطور که در گزارش هم دیدید آیت الله خامنه‌ای امروز صبح در قم صحبت می‌کرد، او اشاره کرد به این که این سیلی بوده به آمریکا و گفت که ممکنه در واقع از صحبت‌های او اینطور برمی‌آمد که ممکن هست که اقدامات دیگری هم ایران
انجام بده در تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی. بریم بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای خامنه ای رو بشنویم و برمیگردیم. باز شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور ما رو به رخ همه دنیا کشید. از روح مطهر او از اعماق دل تشکر میکنیم. یک نکته مهم قابل توجه این است که خب حالا وظیفه ما چیه؟ بالاخره یه حادثه مهمی اتفاق افتاده است. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. اونچه که در مقام مقابله مهم است این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه. این مصوبه دیروز مجلس ما مصوبه بسیار خوبی بود. مصوبه پارلمان عراق هم پریروز مصوبه بسیار خوبی بود که مصوبه اخراج آمریکا از عراق بود. صحبت های آیت الله خامنه ای بود، رهبر ایران. مقام های دیگر ایرانی هم صحبت کردن. حسن روحانی از جمله رئیس جمهوری گفته که انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی در نهایت اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه است. بخشی از صحبت آقای روحانی رو هم بشنویم. دست سلیمانی عزیز ما را اونها قطع کردند و دست عزیزش رو در کنار جنازه‌اش شما در فیلم‌ها و در عکس‌ها دیدید. انتقامش این است که پای آمریکا را از این منطقه قطع کنیم و ببریم. اگر آمریکا پایش از این منطقه قطع شد و دست تجاوزش برای همیشه بریده شد، این انتقام واقعی و پاسخ نهایی ملت‌های منطقه به آمریکاست. حسن روحانی بود، رئیس جمهوری ایران، که ساعتی بعد از حملات موشکی ایران به دو پایگاه آمریکایی در عراق صحبت می‌کرد. اینجا در استودیو همکارم با ما هست، نفیس کوهنورد، که از دیشب میدونم که فکر نمی‌کنم فرصتی پیدا کرده باشه که چشماش بسته باشه. نفیس، کمی اگر ممکن است کسانی تازه به ما پیوسته باشند و اخبار رو دنبال کرده باشند، کمی بهمون بگو دیشب چه اتفاقی افتاد، چه ساعتی و چه شد؟ نیمه شب به وقت عراق تقریبا ساعت 3 چندین موشک به سمت دو پایگاه در اربیل، دو پایگاه نیروهای ائتلاف و به خصوص نیروهای آمریکایی در عراق شلیک شد از سمت ایران که 5 تاش به گفته ارتش عراق به پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل نزدیکی فرودگاه اصابت کرده. گرچه هنوز خبرهای زد و نقیض ما در این باره داریم، بعضی از ساکنان اون منطقه کردستان عراق صحبت از این کردن که 2 تا از موشک ها در حوالی اربیل افتاده و نه به خود این پایگاه اصابت کرده، اما 17 تا از این موشک ها، از 22 موشکی که به گفته ارتش عراق شلیک شده از سمت ایران به عراق، به پایگاه عین الاسد در انبار در استان انبار اصابت کرده. اول گفته شد که از طرف منابع آمریکایی گفته شد که این موشک ها فقط به قسمت عراقی پایگاه عین الاسد برخورد کرده، اما اونچه که ارتش عراق گفت کاملا در تناقض بود. گفت که همه موشک ها به بخش
آمریکایی یا ائتلاف این پایگاه خورده. هنوز هم از خسارتش صحبت نکردن. هنوز ائتلاف هیچ گزارشی مبنی بر اینکه آیا خسارت داشتن یا نداشتن اعلام نکرده، فقط گفته داریم تحقیقاتمون رو انجام میدیم. تصاویری منتشر شده از چند تا از این موشک‌ها که ظاهرا در اطراف پایگاه عین الاسد سقوط کرده. پایگاه عین الاسد نامش الان چندین مدته که ورد زبان‌ها شده، مدام تکرار میشه. علتش هم اینه که خب از یک طرف بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق، گرچه بهش گفته میشه که پایگاه عراقیه، اما بخش کوچکش در اختیار عراق و بخش بزرگترش، من خودم هم به اونجا رفته بودم، بخش بزرگترش در اختیار نیروهای آمریکایی و به خصوص تفنگدارانه. تعدادش رو هیچ وقت اعلام نمی کنن، اما از حدود 5000 تا 7000 نیروی آمریکایی که در عراق مستقر هستن، دو سومش تا جایی که ما میدونیم در این پایگاه هستن، چون نیروهای ویژه آمریکایی مشخصا اونجا هستن. اونجا مهمترین، یعنی پایگاه عین الاسد مهمترین مرکز فرماندهی عملیات مشترک علیه داعش بوده و همچنان هم نیروهای بریتانیایی در رده دوم قرار دارن، در طرف مقابل نیروهای آمریکایی مستقر هستند که در اونجا به آموزش نیروهای عراقی میپردازن. نیروهای فرانسوی، ایتالیایی، کانادایی که رهبری نیروهای کانادایی که رهبری عملیات ناتو و ماموریت ناتو در عراق رو به عهده دارن همونجا مستقر هستن. اما مشخصا این اگر وارد این در حقیقت پایگاه بشید، آنچه که بیشتر از همه به چشمتون میخوره ماشین‌های نظامی آمریکایی، حضور نظامی آمریکایی و حضورشون کاملا مشخصه، تعدادشون بیشتر از همه نیروهاست. و آقای ترامپ دقیقا به همین پایگاه اشاره کرده بود چند روز قبل، وقتی که مجلس عراق صحبت از لزوم خروج نیروهای خارجی و به خصوص آمریکایی از عراق کرد و بلافاصله در واکنش به قطعنامه‌ای که از مجلس عراق بیرون اومد، آقای ترامپ گفت ما اونجا میلیاردها دلار خرج کردیم برای پایگاه هوایی آمریکایی و اگر عراقی ها میخوان ما رو از اونجا بیرون بکنن باید هزینه اون رو پرداخت بکنن. دیروز دقیقا اسم این پایگاه مطرح شد و گفتن که باند این پایگاه هوایی رو دارن آماده میکنن برای فرود آمدن بمب افکن های آمریکایی B-52. و برای همین هم هست شاید خیلی مهم بود برای ایرانی ها، برای سمت ایران، که این پایگاه هدف قرار بگیره. همزمان با تو، با صحبت‌های تو، داریم تصاویر دونالد ترامپ رو می‌دیدیم که از همین پایگاه عین الاسد دقیقاً در سال 2000 برای همین سال 2019 قبل از تحویل سال جدید میلادی به اونجا سفر کرد، اونجا سخنرانی کرد. خیلی جنجال برانگیز بود اون سفرش به اون پایگاه، برای اینکه خب به مقامات عراقی اطلاع نداده بود و حتی در سخنرانیش هم طوری صحبت میکرد که انگار اینجا کاملا پایگاه آمریکاییه، چیزی که خیلی فرمانده های آمریکایی رو نگران کرده بود، فرمانده های ائتلاف رو نگران کرده بود، چون همیشه تاکیدشون برای اون بود که هیچ پایگاه متعلق به کشور خارجی آمریکایی به خصوص وجود نداره در عراق و هرچه هست پایگاه های عراقیه. و در حال حاضر خیلی حرفای ضد و نقیضی در مورد تعداد احتمالی تلفات هست. از یک طرف منابع آمریکایی به ما گفتن که در عراق به ما گفتن که چنین گزارشی دریافت تایید نشده و هیچ خسارت چندانی بهشون وارد نشده و تلفات چندانی ندارن. در مقابل رسانه‌های ایران صحبت از 80 کشته نظامی آمریکایی در اون منطقه می‌کنه که خب معلوم نیست دقیقاً این 80 تا رو چطور تخمین زدن یا شمردن، خب عجیبه. گرچه طرف آمریکایی میگه هنوز داریم بررسی می‌کنیم و فقط می‌تونیم در مورد نداشتن تلفات از سمت خودمون بگیم. عراقی ها هم گفتن که هیچ تلفاتی نداشتن، نه در اربیل، نه در
پایگاه عین‌الاسد. نفیس، شاید موضوعی که همه نگرانش بودند بیشتر وقتی که صحبت از این حمله شد همین احتمال تلفات بود، تو هم بهش اشاره کردی، ولی حالا همونطور که گفتیم میدونیم که حداقل دفتر نخست وزیری این رو تایید کرده که عادل عبدالمهدی پیامی از طرف ایرانی ها دریافت کرده بوده چند ساعت قبل که حمله قریب الوقوع قرار است اتفاق بیفته و شما آمادگیش رو داشته باشید. چی نشون میده این؟ دقیقاً، یعنی اولا شبیه همون کاری رو کردن که ظاهرا آمریکایی‌ها کرده بودن، چند ساعت حتی نیم ساعت قبل از عملیات خبر داده بودن. اما مجید، دیروز آقای عبدالمهدی بعد از ظهر در یک جلسه مطبوعاتی صحبت کرد و خیلی سخنرانیش نشان از نگرانی به شدت عمیقی میداد. یعنی هر جمله‌اش رو که من داشتم میشنیدم تاکید بر این بود که ما بیشتر از این نمیتونیم ریسک بکنیم، ما بیشتر از این نمیتونیم امنیت نیروهای خارجی رو به خصوص نیروهای آمریکایی رو اینجا تضمین بکنیم. کار به جایی رسیده، گفت که کار به جایی رسیده که راه برگشت وجود نداره و بهتره به منفعت نیروهای آمریکایی که حتما خارج بشن. اشارش به صحبت‌هایی بود که آقای اسپرد وزیر دفاع آمریکا کرده بود و گفته بود فعلا برنامه‌ای برای خروج نداریم، که در تناقض با نامه‌ای بود که آقای عبدالمهدی از طرف فرمانده تفنگداران آمریکایی در تفنگداران دریایی آمریکایی در بغداد دریافت کرده بود. اول گفتن نامه بدون امضاست، ولی دیروز آقای عبدالمهدی مشخصا گفت نامه با امضا به دست من رسیده و گفته که ما قراره از اینجا بریم. اگر این نامه مشخص نیست و نمی‌خواید برید، باید یک نامه دیگه به ما بدید و بگید که برنامه‌تون چیه. اما از نظر ما به عنوان میزبان دیگه راهی نمونده و شما باید برید. و این تاکیدهاش کاملا نشون میداد که به شدت آقای عبدالمهدی نگران از بالا رفتن تنشه. و فقط هم آقای عبدالمهدی نبوده که اطلاع بهش داده شده، ظاهرا نیروهای آمریکایی هم اطلاع داشتن که احتمالاً حمله صورت بگیره. انتظارش رو در دو شب گذشته داشتن. در چند مدت گذشته از زمان کشته شدن آقای سلیمانی بهشون هشدار داده شده بود که باید در وضعیت اضطراری باشن. وضعیت اضطراری یعنی که هر لحظه آماده رفتن به پناهگاهاشون باشن، هر لحظه آماده ترک باشن، یعنی وسایلشون بسته و آماده باشه. اما مشخصا در دو شب گذشته، شب قبلش منتظر حمله پهپادی ایران بودن ظاهرا، اما این شبی که موشک باران شد عین‌الاسد، چهار ساعت قبلش آژیر در اربیل، در کنسولگری آمریکا در اربیل به صدا درآمد. اول گفتن برای تدابیر امنیتیه، اما ظاهرا نبوده. و بعد در پایگاه یونیون تری که در مقابل سفارت آمریکا در بغداد، باز آژیر به صدا درآمد و از احتمال آمدن موشک‌های بزرگ به نیروها اطلاع داده شده بود و بهشون گفته شده بود که حتما به پناهگاه‌ها برن. در نتیجه در همین پایگاه عین‌الاسد هم انتظارش می‌رفت و آمریکایی‌ها میگن چون ما اطلاع داشتیم که چنین اتفاقی خواهد افتاد، به اندازه کافی فرصت داشتیم که به نیروهامون بگیم، به همه نیروهای ائتلاف بگیم که به پناهگاه‌هاشون برن. ممنون آزاد نفیس کوهنورد همکارم اینجا در استودیو با ما.